شاگردای عزیز، السلام علیکم. لکچر هشت است. قبل از اینکه ما موضوعات لکچر هشت آغاز کنم، دو تا سوال خانگی داده بودم که جوابایش ما براتون نوشته میکنم، که یکیش سوال هفتم بود و جواب ازی منفی 5/2 هست. یک سوال دیگه، سوال هشتم هم براتون داده بودم که جواب ازی دو تانجانت الفا جمع ساین الفا است. یاره یک بار ببینین و مقایسه کنین، ببینین که جوابایتون درست است یا نه. و من شاگردای بسیار عزیز، در لکچر هشت ما میخواییم که رابطه بین نسبت های مثلثاتی رو براتون تشریح کنم، که یک نسبت مثلثاتی با سایر نسبت ها چگونه رابطه را دارا می باشد. قبل از این باز هم به خاطر بسپارین که در درس های گذشته این تو یک دایره واحد داشتیم و این میوره ما میوره اکس بود، این میوره ما میوره وای بود و اینی شعا که حرکت کرد زاویه را در اینجا تشکیل داد، زاویه الفا را و یک مثلث قائم زاویه را تشکیل داده بودیم. این میوره اکس گفته بودیم، این ضلع مثلث ببخشید این ضلع مثلث وای گفته بودیم و اینی را هم اکس گفتیم، که بالاخره اگر به یاد داشته باشیم وای مساوی عبارت از چی بود؟ عبارت از ساین الفا بود و اکس ما مساوی می شود با کوساین الفا، که اینا را در درسای گذشته ما براتون تشریح کرده بودم. از جانب دیگه اینی دایره دایره واحد است که شایش آر است و مثلث قائم الزاویه مربی وتر آر مربع مساوی و جمع از لای قایم، یعنی که اکس مربع جمع وای مربع. آر مربع ما یک است. اگر ما به جای اکس کوساین مربع بگذارم، به جای وای ساین مربع بگذارم، کارتان میفهمیم که ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساوی به چی میشه؟ یک میشه. از این حالت همه تو یک رابطه بالاخره حاصل میشه. حالا این رابطه اساسی مثلثات بنام رابطه اساسی مثلثات یاد میکنند، که عبارت از ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساوی به یک. من از این چندین فرموله میتونم استخراج کنم. یک، اگر من کوساین مربع را به این طرف ببرم یک فرمول استخراج میشه، یعنی ساین مربع الفا مساوی میشه یک منفی کوساین مربع الفا. این یک فرمول است، این من حیث فرمول میتونید بپذیرید. یک موضوع، اگر من از دو طرف جذر بگیرم حاصل میشه فرمول دوم، ساین الفا مساوی مثبت منفی جذر یک منفی کوساین مربع الفا. این دیگه فرمول حاصل میشه، این فرمول دوم است. به همین قسم اگر ما ساین مربع را به این طرف ببرم، فرمول سیوم حاصل میشه که کوساین مربع الفا مساوی میشه به چند؟ به یک منفی ساین مربع الفا. این دیگه فرمول است. و اگر ما از دو طرف جذر بگیرم، فرمول دیگه حاصل میشه که کوساین الفا مساوی مثبت منفی جذر یک منفی ساین مربع الفا. ای حاصل میشه، ای هم دیگه فرمول است. به همین قسم بالاخره نگاه کنیم که کدوم فرمول ها در اینجا استخراج میشه. باز هم ببینید، ده همین فرمول تکرار نشتهش میکنم، ساین مربع الفا جمع کو ساین مربع الفا مساوی به یک، دو طرف تقسیم ساین مربع میکنم، ساین مربع تقسیم ساین مربع، یعنی ساین مربع الفا تقسیم
ساین مربی الفا جمع کوساین مربی الفا تقسیم ساین مربی الفا مساوی با یک بر ساین مربی الفا دو طرف تقسیم ساین مربی الفا. ای چند میشه؟ ای میشه یک جمع. ای چی است؟ کوساین بر ساین. کو تانجان مربی الفا یک بر چی؟ یک بر ساین مربع، یک بر ساین مربی الفا. یک فرمول دیگه حاصل شد. فرمول چی حاصل شد؟ فرمول پنجم. اگر قیمتی از این بانم که ساین معکوس چی است؟ معکوس کوسیکنت است، بنابراین از اینجا چی حاصل میشه؟ از این حاصل میشه که ایوز از این کوسیکن بانم کو سیکن مربی الفا مساوی به یک. به همین شکل اگر ما در اینجا دو طرف این دفعه تقسیم ساین مربع کردم، این دفعه تقسیم کوساین مربع میکنم، ساین مربع تقسیم کوساین مربع چی میشه؟ ساین مربع تقسیم کوساین مربع تانجان مربی الفا، کوساین مربع تقسیم کوساین مربع یک میشه، یک بر کوساین مربع یک بر کوساین مربی الفا. این یک فرمول دیگه حاصل میشه، این فرمول حاصل میشه. باز اگر ما قیمت کوساین که معکوس سیکنت هست مانم، ده اینجا میشه که سیکنت مربی الفا مساوی به یک جمع تانجان مربی الفا. این فرمول هشت حاصل میشه، این فرمول حاصل میشه. باز اگر ما ببینید دوباره بیایم ده اینجا از این قسمت کوساین الفا را دریافت کنم، کوساین الفا مساوی میشه مثبت منفی یک بر جذر، یک بر جذر چی میشه؟ یک بر جذر یک جمع تانجان مربی الفا میشه. این فرمول بالاخره حاصل میشه. این فرمول ها خیلی ها مهم هستند، خیلی ها مهم هستند که ما از این فرمول ها میتونم استفاده کنم. چند دانش ببینید، یکی این فرمول است و یکی هم این فرمول است و یکی هم این فرمول است، یک فرمول دیگر هم که ما پاک کردم. اگه اینا رو ما با زیر و زیر نوشته کنم، دقت کنید، دقت کنید چه مفهومی را ارائه میکنم. اینجا نوشته شان میکنم دوباره. این فرمول هایی که ما استفاده میکنم در این لکچر هشت، اونا عبارت هستیستن که یکش ساین الفا مساوی به مثبت منفی، مثبت منفی جذر یک منفی کوساین مربی الفا. یکش است، چهار تا فرمول. دو کوساین الفا مساوی مثبت منفی جذر یک منفی ساین مربی الفا. ای دومش است. سومش به همین قسم ساین الفا مساوی مثبت منفی یک بر جذر یک مثبت کو تانجان مربی الفا که بیشتر پیداش کردم. چهارمش کوساین الفا مساوی مثبت منفی یک بر جذر یک جمع تانجان مربی الفا. این از چهار فرمول رو استفاده میکنم. چگونه استفاده میکنم؟ دقت کنین ببخشید که ما اگر کوساین داده شده باشه ساین پیدا کرده میتونیم، اگر ساین داده شده باشه کوساین پیدا کرده میتونیم، اگر کوتانجان داده شده باشه ساین پیدا کرده میتونیم، اگر تانجان داده شده باشه کوساین پیدا میکنیم. با استفاده از چهار فرمول ما میخوایم که سوال ها را چی کنم؟ حل کنم. بسیار خوب، بیایم که تمرین مطرح کنیم که کدام سوال ها رو مسائل رو پیش خود دارم اینا رو براتون حل میکنم. دقت کنید، سوال اول مطرح میکنم، سوال یک که ساین الفا مساوی پنج بر سیزده و الفا هم داده شده که الفا کوچک از پای است و بزرگ است از پای بر دو. این سوال است. ببینید وقتی که ساین داده شده باشه پنج نسبت مثلثاتی دیگه شاید پیدا کرده میتونم. اول میتونم کوساین پیدا کنم،
کوسین الفا مساوی مثبت منفی جذر یک منفی چی میشه؟ ساین مربی الفا. اینجا دو تا فرمول ده که مثبت ده که منفی، پس این مربوط میشه مثبت منفی به زاویه الفا که این الفا در کدام ناحیه است. ببینید در کدام ناحیه است، در از پای کوچک از پای وردو بزرگ در ناحیه دوم است. آیا در ناحیه دوم کوسین مثبت است منفی؟ واضح است که در ناحیه دوم کوسین منفی است، بنابراین از فرمول منفی استفاده میکنم. دقت کنید، نشته میکنم که کوسین الفا منفی جذره یک منفی ساین مربع، ساین مربع قیمت ساین میمونم، یعنی 5/13 مربع این میمونم و این محاسبه میکنم. کوسین الفا مساوی میشد با منفی جذر چند؟ یک منفی 5/25/13 مربع 169 میشد. و اینه که محاسبه کنم منفی جذر مخرج مشترک 169، 169 منفی 25 مساوی با منفی جذر از 9 که 5 کم شود 4، از 6 که 2 بره 4، یک کم خودش مساوی منفی 12 بر چند میشه؟ 13. پس ما کوساین الفا را پیدا کردم که منفی 12 بر 13 است. اینه پیدا ساین اینجا موجود است، کوساین داریم. آیا نمیتونیم پیدا کنیم که تانجنت الفا مساوی با ساین الفا بر کوساین الفا؟ ساین چند است؟ 5/13. کوساین چند است؟ منفی 12/13. اگر کسر رو کسر اجرا بکنیم منفی 5/چند میشه؟ 12 میشه. کوساین تانجنت الفا هم پیدا شد. و کوتانجانت الفا که معکوسی عزیز، معکوس تانجانت است، تانجانت سرچپه میکنه منفی در جایش، اما 12/5 این کوتانجانت است. سیکنت الفا معکوس کوساین الفا است، کوساین الفا رو سرچپه میکنیم 13/12. کوسیکنت الفا معکوس ساین الفا است که کوسیکنت الفا مساوی می شود با 13/5. این در حقیقت تمام نسبت های مثلثاتی را به سادگی می تونیم دریافت کنیم. یک سوال دیگر هم حل می کنم. فرض می کنیم که تانجانت الفا مساوی با منفی 2 است و زاویه هم داده شده که زاویه کوچک است 2 پای است و بزرگ است 3/2 است، یعنی زاویه در ناحیه چندم قرار داره؟ دقت کنین، در ناحیه چهارم. این در ناحیه چهارم است. خب وقتی که تانجانت داده شده بود فرمول دیده بودیم که ما چرا پیدا کرده میتونستم کوساین الفا مساوی میشد با مثبت منفی 1/ جذر 1 + تانجانت مربع. این فرمول بود که قیمت تانجانت باید اینجا بانیم تا کوساین پیدا شود. خب از اینجا از فرمول مثبت استفاده کنم از منفی، چون که زاویه در ناحیه چهارم قرار دارد، در ناحیه چهارم کوساین مثبت است، پس از مثبتش استفاده میکنم. ببخشید، 1/ جذر 1 مثبت، ببینید منفی 2 مربع، منفی 2 مربع مساوی است 1/ جذر 5. با سادگی پیداش کردیم 2 × 4 = 5. این کوساین است. و پس میتونه ساین الفا مساوی میشه مثبت منفی جذر 1 - کوساین مربع الفا مساوی. آیا از فرمول مثبت استفاده کنیم یا از منفی؟ در ناحیه چهارم ساین چی است؟ منفی است. از فرمول منفی استفاده میکنیم، چون ساین رو پیدا میکنیم، ساین منفی است، جذر 1 - کوساین مربع، یعنی 1/ جذر 5 مربع
مساوی با منفی جذره، یک منفی یک بر پنج. ساین الفا مساوی با منفی جذر پنج مخرج مشترک، پنج منفی یک مساوی با منفی از پنج چهار، دوی بر جذر پنج. به این شکل ساین هم چه میشن؟ پیدا میشن. کوساین داریم، ساین داریم، تانجانت داریم. کو تانجانت، معکوس تانجانت، منفی یک بر دو، این جواب پیدا میشه. سیکنت الفا معکوس کوساین الفا، یعنی که جذر پنج بر یک. کو سیکنت الفا معکوس ساین الفا، ساین الفا معکوس ساین الفا، ان ساین الفا منفی جذر پنج بر چند؟ بر دو. تمام نسبت های مثلثاتی را ما به سادگی میتونیم که به این شکل بدست بیاریم. ما دو تا سوال خانگی میتونم، سوال های خانگی را حل بکنیم. بگیرین سوال ها را، یادداشت بگیرین، به این شکل از فرمول ها استفاده کنین. و سوال سوم، کوساین الفا مساوی منفی پنج بر شش، الفا کوچک از سه پای بر دو، بزرگ است از کوچک است از سه پای بر دو، بزرگ است از پای، از پای بزرگ. سوال چهارم، سوال چهارم، کوتانجانت الفا سه بر چهار و الفایتان کوچک از پای بر دو و بزرگ از صفر. این سوال ها را حل بکنیم و از تک تکتون جدا خواهش میکنم که سوال هایی که من حل کردم یک یک تا از شروع به شمول فرمول ها برای کتابچه هر کدامش دو مرتبه تمرین بکنین، محافظ نقش میشه. مشکل نیست، بسیار ساده هست، اما شما پرکتیکل باید کار کنید و لکچر نومه تقلیب کنید.